دختر جان نگردار نگردار دیگه جلوتر نرو. گفتم نگردار. باریکلا دخترم، بگیر عقب دور بزن. یه روز مولاد ندادید این بچه رو سیر بدید. شرمنده قربان، قاتلا تو مرخصی نیستن. چی شده؟ جسد یه مرده 38 ساله. جان سلام. جناب سرهنگ میخواستم با شما صحبت کنم. بفرمایید. بچه های شما جسد رو پیدا کردن؟ تقریبا جناب سرهنگ. یکی از مامورای پارک صبح جسد رو میبینه و گشت شما خبر میده. بعد از ماجراهای پارسال بنا بود به این پارک توجه مخصوص بشه. ما گشت شبانه روزی داریم قربان. با وجود گشت هنوز برای کشت و کشتار جای مناسبیه. احتمالا مقتول اینجا نکوشن قربان. جای چرخ هنوز روی خاکا تازه است. آوردنش. دستور انتقال جسد رو صادر کردن؟ جناب قاضی فرمودن دست نگه دارن. جنازه معتاد اینجا زیاد پیدا میشه قربان. بهش نمیاد معتاد بشه. تازه چرا توی تشخیص خودتون شک میکنید؟ فکر کردید قتله که ما رو خبر کردید دیگه. بله قربان. بنده تمام قد از شما معذرت میخوام قربان. معذرت به چه دردم میخوره؟ خجالت بکش. به خدا جنسم اینجور خوبیه ولی الان از خجالت آب شده بودم قربان. من دستور مستقیم سردار بود. وقتی شنیدم تو این پارک جسد پیدا شده فرمودن حتما شما رسیدگی به فرمایید. شما هم نگفتید بعد از 3 ماه دخترم اومده 4 روز پیش من بمونه؟ راستش نه قربان، به عقلم نرسید. یعنی پرسیدن کجان، گفتم مرخصی دارم. فرمودن مشکلی نیست، زنگ بزنید خودشون حتما میان. سردارم دندونای ما رو شمرده. کجایی بازش هستی؟ اگه امری دارید بفرمایید تشریف ببرید قربان. حالا که ماشینو با 1000 بلا مرخص کردم زنگ بزنم دختر عین خودم فضول پا میشه میاد جنازه رو ببینه. همه این تعطیلات حرومش میشه. من میبرمتون قربان. حالا نمیخواد بادم جون دور قابچینی کنی. چی هم روش بود؟ هیچی قربان، جیباش خالیه. نه پول، نه اوراق شناسایی، نه کیف، نه کلید. رد چرخ ماشین تا اونجایی که میشد گرفتیم. معلومه که از این در فرار کرده. فرار کرده باشن من مسئول نیستم. چرا؟ من نگهبان شب نبودم. من که 2 ساعته دارم میپرسم نگهبان شب کی بوده؟ پارک مسئول داره، از مسئولش بپرسید بهتره. بین ساعت 7 تا 9 شب به قتل رسیده. گردنشو شکوندن. یه قتل حساب شده، یه بدون رد پا. جناب سرفان، برای اداره کردن این پارک که خودش مثل یه شهر کوچولوئه، ما چند تا پرسنل داشته باشیم خوبه. این بنده خدا هم دم در نگهبانی نشسته. اینجوری نیست که هر کس خواست از در پارک وارد بشه یا خارج بشه از جلوی نگهبانی ما رد بشه. پارک دیوار که نداره جناب سروان. خب بالاخره باید یه کسی این بابا رو دیده باشه دیگه. به سرت قسم من هیچی ندیدم. پریشب از ساعت 9 تا 6 صبح که شیفت عوض بشه هیچ ماشینی از در نگهبانی خارج نشده؟ نه به جون بچه ها. نخوابیدی که؟ نه به جون بچه ها. بس هم نخواب بابا جان. چورت چی؟ دروغ نگم دمدمای صبح شاید یه چورت اکی زده باشه. شاید؟ شاید آره. نه شاید نه. جناب سرهنگ کجا رفته؟ قهوه شما هم میخورم بیاد. بند خدا هر کی یه فال بیشتر نداره. خب اعتبار این فال چند ماه است؟ این تضمینی ساله. خب مال سال بدتر هم بیم. سلام قربان. سلام. این بساط فال فالگیری چیه؟ هیچی قربان، عیال ما یه کتاب راز فال قهوه گرفته. تو موقع بیکاری یه نگاهی بهش انداختم همچین یه ذره وارد شد. به جای کار مسخره بازی رو انداختی؟
ساعت کار مثل که تموم شده قربان. جدی؟ بله. پس اشکالی نداری. قربان الان قاتل رو تو فال معلوم میکنن. نمیخواد معلوم کنی. عکسش رو گرفتن؟ بله قربان، نامش هم دادیار امضا کرده. فکر میکنم فردا چاپ بشه تو روزنامه. عکس قاتلو؟ اخی، مقتول و اخوی. قتل بی رد پا. سلام. سلام. کتتون در نیارین، میخواییم بریم بیرون. بیرونم کجا بود؟ بابا جون بچه ها بلیت گرفتن، بریم تئاتر. دست بردار سارا، این که نشد. یا باید بریم بیرون یا مهمون دعوت میکنی. من خسته، میخوام برم بالا بیفتم. من که رفتم، 3 ماه تموم وقت دارین، بیفتین استراحت کنین. الانم بریم، بچه ها منتظرن. اقلا اونو خاموش کن. چشم. الو. سلام، چی شده؟ کجا؟ خب بیا دنبالم. نه یا دنبالم. تئاتر ساعت چنده؟ 1 ساعت مونده. من با سارا میام. نه خداحافظ. دستکش. وحشتناک. سعی کن فراموش کنی. نمیتونم. وقتی بهت گفتم دورتر نگهدار، باید میفهمیدی که دلیلی داره. الان یکی تو اون خونه منتظر اون مرد بیچاره است. زنش، بچهش، پدرش، مادرش. پیاده شو. نمیتونم. این فکرها مشکلی رو حل نمیکنه. پس چرا کاری نمیکنین؟ چرا باید این همه جنایت اتفاق بیفته؟ کار ما بعد از جنایت شروع میشه. اونایی که باید جلوی وقوع جنایت رو بگیرن کسان دیگری هستن. پس چرا بیکار نشستم؟ قابیل پسر آدم بود و پسر حوا، و برادرش هابیل رو کشت به خاطر خواهرش اقلیما، و آدم نتونست کاری بکنه. دارین توجیه میکنین. هیچ نیروی، هیچ نهادی، هیچ کشوری نمیتونه به تعداد نفوسش، به عده شهروندانش پلیس بگذاره. برای هر نفر یک پلیس. اون نیرویی که جلوی جنایت رو میگیره نیروی درونه، کنترل نفسه. اما یک چیز مسلمه، در یک جامعه با فرهنگتر و مرفه‌تر جنایت کمتر اتفاق می‌افته. جامعه‌ای که متوجه اونجا باشه، متوجه اینجا باشه و خیالش از اینجا جمع باشه. بیا روحمونو با نمایش جلا بدیم، بعدم بریم یه فکری به حال این بیچاره بکنیم، وگرنه یهو دیدی کشتم. چی شد این پیگیری؟ صاحب ماشین شناسایی شد؟ بله قربان. البته تغییر نشونی داشت که به راهنمای رانندگی خبر نداده بود. همین
5 دقیقه پیش بود که نشونی جدیدشو گیر آوردیم. نظریه پزشکی قانونی چی؟ گردنشو شکستن قربان. مثل جنازه قبلی. بله. یکی رو افتاده تو شهر رو گیر داده به گردن مردم. هویت مقتول؟ همچنان مجهول الهویت قربان. پس چرا دارید قصه حسین کرد شبستری برام تعریف میکنید؟ پس چی کار کنم قربان؟ ماشین رو بردارید برید سراغ نشونی که پیدا کردید. بله. منزل آقای یوسفی؟ بفرمایید. تشریف دارن آقای یوسفی؟ نه خیر، رفتن سفر. ممکنه بی زحمت یه دقیقه تشریف بیارید؟ شما؟ من بهرام آذرنگ افسر آگاهی هستم. طوری شده؟ نه خیر، بی زحمت یه لحظه تشریف بیارید. این چه طرز حرف زدن بند خدا رو نصف العمر کردی؟ مگه چی گفتم؟ من بهرام آذرنگ افسر اداره آگاهی هستم. اصلا چطوری میگفتم؟ میگفتم به دایره موتوری شهرداری اومدیم اون وقت نمیترسید؟ سلام علیکم. سلام خواهر. میبخشید که موزم تو شدید. اتفاقی افتاده؟ شما چه نسبتی با آقای یوسفی دارید؟ خب من همسرش هستم. تصادف کرده؟ نه خیر. باید همراه ما بیاین خانم یوسفی. تسلیت میگم خانم یوسف. ممنون، ولی اون جسد شوهرم نبود. چطور به عقلتون نرسید که اون یکی جسد رو هم نشونش بدیم؟ به عقلمون رسید قربان، ولی نتونستیم. نتونستید؟ فقط کافی بود یه محفظه دیگر رو هم باز کنید. حالش خوب نبود قربان، جسد شریک شوهرش رو دیده بود داشت پس میوفت. بعضی وقتها کار ایجاب میکنه آدم بیرحم باشه سروان. اینجا دایره قتله، نه مددکاری اجتماعی. همین دو شب پیش قربان، دخترتون از فاصله 30-40 متری شاهد صحنه پیدا شدن این آدم بود. خودتون فرمودید تا صبح خوابش نبرد. ضمناً اینجا دایره تردیده. یادتون رفت قربان؟ یک کسی دیگه شو بیارید. باید بفهمیم جسد اولم با این قتل ارتباط داره یا نه. به خانواده دومی اطلاع بدید. به شرکتشون سر بزنید. اخباتو واکن دیگه بابا، بیخیال شو تو هم. ولکن بابا بهرام جون. بابا دست خودش نیست، دمدمای رفتن دخترشه، اوقاتش تلخه، منظوری نداره که. برای خودش بعد سر ما داد بکشه. ممنون خانم زمانی. متشکر. عکس 6x4 به دردتون میخوره؟ ایرادی نداره. این پرونده آقای عظیم نقفیه. بیچاره. آخه چی شد؟ آقای نقوی اینا که همه رفته بودن مسافرت.
آقای یوسفی هم؟ یا خدا. تسلیت میگم. باید فوراً از تشخیص هویت بخوایم که جای چرخهای ماشین توی پارک رو با پاتول مقایسه کنیم. احتمالاً از روی نمونه خاک هم میتونن بگن. پس سرنخ هم پیدا کردی؟ خب بالاخره بی سرنخ نیستیم. یعنی کدوم بی وجدانی راضی شده سه تا خانواده رو بی سرپرست کنه؟ سه تا خانواده؟ منظورم اینه که خدایی نکرده زبونم لال، ممکنه اینه این بلا سر آقای آذری هم اومده باشه. آقای آذری کیه؟ شریک آقای یوسفی و نقوی. میشه شماره تلفن، عکس و نشونی خونه آقای آذری رو بدین؟ یه ریز میگه مشترک مورد نظر در دسترس نیست. تلفن خونش چی؟ رحیمی گفت یه هفته پیش تلفن خونش رو فروخته، از قرار دو تا هم تلفن داشته. رحیمی کیه؟ حسابدار شرکتشون قربان، ظاهراً همه کارشون بوده. شرکت خیلی بزرگ نبوده، خودشون سه تا. بپیش سمت راست، همین خیابون سمت راست. خودشون سه تا، یه منشی، دو تا ترخیصکار و این آقای رحیمی که کارهای مالیشون انجام میداده. تلفن ها رو واسه چی فروختی؟ ما هم پرسیدیم نمیدونست. رد نشین. همینجاست، همینجاست بیس. کار شرکتشون چیه؟ مثلا صادرات و واردات، در از دلالی تلفن. یالله خدا قوت. آقای آذری؟ بله. آقای آذری؟ آقای آذری کی میدی؟ من آقای صادقی هستم. آقای آذری نیستن؟ من آقای آذری نمیشناسم. صاحب این خونه؟ صاحب این خونه آقای قاضی مرادیه. میخواین اجاره کنیم؟ اشتباه نیومدین؟ نه. آقای قاضی مرادی از کی این خونه رو خریدن؟ تازه خریدن. در دیوارش افتضاح بود، دادن ما نقاشی کنیم. آقای قاضی مرادی خیلی سال با ما آشناست. هر چی کار نقاشی داره میده ما انجام. عجب آدم بود. میخوام بگم کسی که اون دوتا قتل رو انجام داده باشه نمیتونه همچین گافی بده. این اشتباه مال یه آدم با آیکیو پایینه. بفرمایی شام یخ میکنه. بذار با علی صحبت کنم بعد. اول شام بعد تلفن. علمای بهداشت همه اینطوری توصیه میکنن. بفرمایی قربان. اگه گذاشتی حواسمون جمع کنم. شام بخورین بعد بهشون تلفن کنید بگید نمیخواد آقا جون کاراگا بازی در بیارید و تا صبح در خونشون کشیک بدین. برین پیش زن و بچه هاتون، بیچاره منتظرن. علی که زن و بچه نداره که. آقای آذرن که داره. بفرمایید. چیکار کردی دختر؟ چقدر برام کشیدی؟ من که شب برنج نمیخورم. خوشمزه شده دیگه. بدتر میخوای تا وقتی که رفتی من ترکیده باشم؟ نه، اگه بخوام بکشمتون از یه روش دیگه استفاده میکنم. چه روشی؟ اهکی، اگه بگم که لو میره. حالا از این روش شکستن گردن خیلی خوشم اومده. فقط خواستم یه چیزی گفته باشم. به نظر ساده میاد. اینجور کشتن؟ کار سختیه. فقط از آدمی که به اندازه کافی قوی باشه و این تکنیک رو توی ورزش‌های رزمی یاد گرفته باشه برمیاد. عکس و مشخصات آقای آذری رو همین الان جناب صدفان آذرن میارن خدمتون. عکس مشخصات باید تکثیر بشه و در اختیار همه گشت و نیرو قرار بگیره. به همه ورود و خروجی ها اعلام بشه در صورت مشاهده ساعت عکس فوراً جلدشون.
همه بیمارستان ها، مراکز پزشکی، پزشکی قانونی در سراسر کشور اگر از مرده یا زنده صاحب عکس اطلاعی پیدا کردن فوراً تماس بگیرن. رنگ چشم. ممنونم. بس رنگ چشمش چی بودین؟ هیچی بهشون نگفتم. چرا باور نمی کنی؟ وقتی چای بردی تو اتاق دیدم داری پچ پچ می کنی. نه به خدا، فقط وقتی داشت چایو برمی داشت گفت متشکرم خانومه، منم گفتم زمانی. و چرا یواشکی در رفتی؟ ببین پروانه، آذری پیدا بشه یا نه در این شرکت دو روز دیگه بسته است. تو میری سراغ سرنوشت خودت، منم میرم سی خودم. حواست باشه این دم آخری مارموز بازی در نیاری. مگه نمیگی کاری نکردی؟ پس از چی میترسی ها؟ از پاپوش دوختن. من بقام پاپوش بدوزم؟ نه که تا حالا ندوختی؟ من به آذر اینا هیچی نگفته بودم. آره جون خودت، خوب شد از اول جنستو شناختم. منم از اول تو رو شناخته بودم. چه بهتر؟ شناختی دیگه. آره. پس اگه لب از لب وا کنی میدونی که گردن تو میشکنه. بگیر دخترم. متشکرم. دقیقا همین جمله رو گفت؟ دقیقا، گفت گردن تو میشکنم. قابل توجه استاد که خیال میکردن قاتل شناسایی کردن. شما خودت فکر نمیکردی شریک سومی قاتل؟ اجازه بدین خانم زمانی، مزاحمت های آقای رحیمی از کی شروع شد؟ ببینید، شرکت خیلی جمع جوری بود. صد شرکا معمولا یا سفر بودن یا دنبال بازاریابی و جلسه های کاری یا دنبال زمین میچرخیدن. زمین؟ میخواستم بساز بفروشی هم بکنن. خب دو تا ترخیص کار داشتیم که البته فقط اسمشون ترخیص کار بود. همه کاری میکردن، پادویی، تحویلداری، چه میدونم رفت آمد تو با تو انبار و مجتمع کامپیوتر، از این جور جاها. من معمولا با آقای رحیمی تنها میموندم. رحیمی کار بیرون نداشت؟ نه، فوقش دو روز سه روز یه دفعه سری به بانک میزد. بعد از اینکه اومدم شرکت از یه ماه بعدش مزاحمت های رحیم شروع شد. چطوری؟ اولش گفت ازت خوشم اومده، میخوام ازت خواستگاری کنم، ولی بعدن که فهمید ازدواج ناموفق داشتم مزاحمتش جنبه دیگه ای گرفت. عکس العمل شما چی بود؟ ناچار شدم به آقای یوسفی بگم، دیگه غیر قابل تحمل بود. سه ماه وحشتناکی رو گذراندم. آقای یوسفی چی گفت؟ خیلی ناراحت شدم، هر سه تاشون هم ناراحت شدن. ظاهرن از آقای رحیمی انتظار نداشتن، خب چون اونم یکی از دوستای قدیمیشون بود. عکس العملم نشون دادن؟ فکر میکنم سر همین عکس العمل جونشون رو گذاشتم. خودم رو نمیبخشم. چرا این فکر رو میکنی؟ صداش کردن، گفتن حساب کتابشون رو تحویل بده و از شرکت بره. جلوی شما بهش گفتن؟ نه، بعد از ساعت کار یکی از ترخیصکارا برام تعریف کرد. آقای یوسفی نعره‌هایی میزده که صداش تا خیابون میرفته. اونم هر ستاشون رو تهدید کرده بود که بد میبینن. پس چرا رفتنش اینقدر طول کشید؟ گویا تهدیدش هم بی اثر نبوده، انگار حساباش نمیخونده. صحبت یه چک تضمینی گم شده بود، ولی به هر حال قرار شده بود که بعد از سفر آخری دیگه تسویه حساب کنه و بره.
اصرار آقای آذری برای اخراج اون بیشتر از سایرین بود. میگم که شما که نمیخواین همینجوری دستگیرش کنین. سر همینجوریش موندیم. آدمی که با این دقت کارش از پیش برده به همین سادگی اعتراف نمیکنه. ساده که نیست، ولی بالاخره حرف میزنه. آها فهمیدم. دختر بارها گفتم ما کسی رو نمیزنیم. روش های دیگه ای برای این کار هست که نیازی به اعمال خشونت نداره. پیدا نشده. گرفتنش. کیه؟ نگفتم که. فقط گفتم قاتل پیدا شده، اعترافم کرده. به قتل چند نفر؟ دو نفر دیگه. پس آقای آذری چی؟ نه، گفتن فقط دو نفر. آقا آذری، سلام علیکم. سویرایمی؟ آره آقا. چه خبر؟ همین الان خانم زمانی خبر داد پلیس قاتل بچه ها رو گرفته. راست میگی؟ آره به خودم. خب چرا به خانم زمانی خبر دادن؟ اومده بودن شرکت، من نبودم. باشون تماس میگرفتی؟ گفتم اول به شما خبر بدم. خوب کاری کردی، ولی وقتی خبری گرفتی بازم به من زنگ بزن. خب؟ چشم. اصلا هول شدم دیگه، مغزم کار نمیکنه. اینی که گرفتن کیه؟ نگو. راستی حواله ها رسید دستتون؟ آره گرفتمشون. پولتو رو هم گذاشتم پیش آقای یارولی مجتمع کامپیوتر. دست درد نکنه آقا. چکو بهش بده، حقتو بگیر. ای بابا، آقا به جون خودت این چکه دست من نیست. خیلی خوب، دیگه خیلی هم فرق نمیکنه. اینم به گنگکاریای دیگه اضافه میشه. وقتی من رفتم میگم که بهت پولتو بده. خبر میگیرم. یه جا قرار میذاشنی هم دیگه رو ببینی. حرفشم نزن. اون کسی که بچه‌ها رو کشته دنبال کشتن منم هست. باشه آقا. حدس شما اشتباه بود آقا. رحیمی کسی رو نکشته. کشته؟ شاید هم با هم دیگه. بعیده. پیش داره قضیه هنوز. حالا چی کار باید کرد؟ میگیریمش. اصلا ما چرا خانواده این بنده خداها رو ول کردیم؟ به خدا من هیچ کارم آقا. فقط از من خواسته بود هر چی که مونده نقد کنم، حواله کنم واسش. عجب. واسه چی میخواست همه چی رو نقد کنه؟ فقط آقای آذری نمیخواست که، هر ستاشون میخواستن. خب چرا؟ چه میدونم، یه ماهی بود که حالشون خیلی بد بود. اصلا عوض شده بودن، بی‌حوصله بودن، نمیخندیدن. با هم اختلاف داشتن؟ در حد معمول، به هر حال توی شراکت پیش میاد. ظاهراً آقای یوسفی به شما گفتن میرن سفر. بله. چه سفری؟ سفر کاری. کجا؟ سنگاپور. زیاد میرفتن اونجا. یه طرف تجاری داریم اونجا، برامون قطعات کامپیوتر میفرسته. مادر بورد. همیشه ستایی با هم میرفتن؟ نه، معمولا یه نفر یا دو نفر. هیچوقت شرکت رو تنها نمیذاشتن. نپرسیدی چرا ستایی میرین؟ چرا؟ گفتن صحبت یه قرارداد بزرگه، دار و ندارشون رو نقد کرده بودن. آقای آذری که
خونه و تلفن و ماشینش هم فروخت. بقیه چی؟ بقیه نه، چیزی نفروختن. از شرکت هم پول بردن؟ عرض میکنم که همه چی رو جارو کردن. بعد از قضیه مرحوم یوسفی و نقوی، آقای آذری از من خواست هر چی که مونده جمع و جور کنم و براش تبدیل به ارز کنم. البته قرار شد به خاطر این کار یه پول خوبی هم به من برسه، که البته هنوز هیچی نرسیده. آقای آذری که خونش رو تخلیه کرد، کجا زندگی میکرد؟ پرسیدم، نگفتم. من فقط باشون تماس تلفنی داشتم. چرا نگفت؟ والا از یه چیزی میترسه، نمیخواد آفتابی بشه. پرسیدم کجایین؟ گفت کاری نداشته باش، همین کنار کوشه ها. منزل پدر خانومش. میدونید کجاست؟ فقط میدونم طرفای نارمکه. تلفنشو دارید؟ خانومش همین دیشب با هم حرف زد. برو سراغش، برو منطقه رو محافظت. سلام مادر، ببخشید مزاحم شدم. با آقای آذری کار داشتم من. خانه نیستم. خانومشون چی؟ اونا هم بودن بیرون. کجا رفتن؟ رفتن برن خارج. فرودگاه؟ ها. کجا؟ چیزی نیست، این مشکل کوچولو رو بذارم اومد کنم. بفهم. بفهم. کجا میبرینش؟ من بعدی بودم. به جون ندام من بعدی بودم. خونه رو فروختی، تلفونا رو فروختی، همه موجودی شرکت رو عرض کردی، گرفتی، رد تو پاک کردی. با زن و بچه موقع خروج از مملکت دستگیر شدی، در حالی که دوتا شریکت جنازه شون این سر اون سر شهر پیدا شده. فکر میکنی چند نفر بتونن قصتو باور کنن؟ کار من نیست، کار من نیست. به خدا شما باید اسد یاکوزا رو بگیریم. اسد یاکوزا کیه؟ چرا باید کمر به قتل شما سه نفر بسته باشه؟ با هم خورده حساب داشتیم، بگیرینش همه چیزو بهتون میگه. اسد شما رو از کجا میشناخت؟ بچه محلم بود. خورده حسابتون چی بود؟ قرار بود بعد باشه. میشه نون و ماست هم برات زیادیه. هر دفعه که میخوام سر نهار تلفن رو خاموش کنم یادم میاد. جواب نداره. نمیشه دیگه. الو. چطوری بچه محل؟ شما؟ دیگه صدای ما رو هم به جا نمیاری دیگه. اینجوریه. من شرمندم. آقا دست شما درد.
معذرت میخوام، به جا نیاوردم. پیش خودت گفتی ما رو بردن اونجا که عرب نینداخت، درسته؟ اسد تویی؟ با همه یک از کلگی بالاخره دوزاریت افتاد. صدات عوض شده. بالاخره 10-12 ساله که میگذره. واسه همین اسکونت 10-12 ساله پولم رو میخوام بکشم روش. کدوم پول؟ خیلی باحالی. موش بخورتت. ببین بچه، یه هفته وقت داری خودتو بتکنی. اون 200,000 تایی که بلند کردی با 100,000 تا اسکونتش رو ردیف کنی تا بهت بگم بیاری کجا. ببین اون ندا کوچولو تو از طرف من ببوس. شنیدم خیلی خاطرش رو میخوای. من و داوود عظیم 15-16 سال پیش برای کار رفتیم ژاپن. شانس آوردیم، آدمی که ما رو برده بود آدم حسابی بود، توی شرکت ساختمانی برامون کار جور کرد. روزا تو کارگاه کار میکردیم و شبام توی همون کارگاه میخوام. اصلا هم همون جا بود؟ نه، اتفاقی دیدمش. یه روز تعطیلی توی پارکی که ایرانی‌ها دور هم جمع میشدن اونجا دیدمش. اون چند سال جلوتر از ما اومده بود، اما وضعش با ما خیلی فرق داشت. مثل آقاها میگشت، خونه، چند تا ماشین. با کارگری؟ نه دیگه، بعدم فهمیدم توی کار خلافه. بهش میگفتن اسد یاکوزا. میگفتن با یاکوزای ژاپن کار میکنه، کار مواد، بگیر و ببن. یه شب کارمون تموم شده بود، داشتیم با بچه ها غذا درست میکردیم که اسد اومد. کجا؟ توی همون کارگاهی که کار میکردیم. وضعش درام بود. یعنی چی؟ دنبالش بودن شدید، انگار زده بود یه نفر رو ناکار کرده بود، بروز نمیداد. از شما چی میخواست؟ میخواست چند شب بمونه بعد یه فکری بکنه. دنبال یه جای امن بود. بهش جا دادین؟ آره، همون شب به من گفت یه جای امن هم میخواد که یه بستر رو قایم کنه. یه جای باحال بهش نشون دادم، بستش رو قایم کرد. چه بسته ای؟ همین سوال من داشتم. فرداش که جلو کارگرهای دیگه نمیتونست بیاد بیرون، رفتم سراغ بسته. یه عالم دلار توش بود. نمیتونستم خبر به این گندگی رو از بچه ها قایم کنم. دیدم تنهایی از پس این ماجرا بر نمیام. بهشون گفتم، گفتم قضیه اینه دیگه، ستای خواب اون نمی برد. تو لوش دادی؟ فکر بچه ها بود. گفتن رفیقت قاتله، امروز نگیرنش فردا میگیرن، اگه گیر بیفته پولا میره روی هوا. فکر تو چی بود؟ میگفتن بابا این به ما پناه آورده، رفیقمه، بچه معلمه. و بالاخره شیطون گولت زد. من از برداشتن پولا ناراحت نیستم، از آدم فروشی بدم میاد. ولی اون پول حرومی که اومد و شرکت و دم و دستگاه و خونه و ماشین و زندگی را انداخت هیچ بد نبود. داریم چوبه همونم میخوریم جناب سرهنگ. داوود عظیمم جونشون رو سر همین پول لعنتی گذاشتن. پلیس هم اونجا اومد گرفتش. اسد خیلی بچه تیزی بود، اگه پلیس معمولی میومد میفهمید کار ماست. بچه ها زنگ زدن پلیس مهاجرت ریخت تو کارگاه. اسد هم که مدرک بدرک همراش نبود، به همین خاطر بردنش. حالا اسد کجاست؟ اگه میدونستم که در نمی رفتم. نشونی ازش دارم،
نه تلفنی. همیشه اون با ما تماس میگرفت. نمیخواد بری. تو اسدو نمیشناسیش. اون بی همه چیز مثل آب خوردن آدم میکشه. اگه بچه ما هزار تا سوراخ قایم کنم باز میره سراغش. باشه من میرم. حرف مفت نزن. داوود راست میگه. ببین یا من میرم یا داوود. پولو 50 تا رو میبریم تحویلش میدیم. خب ازش مهلت میگیریم. چطوره؟ اینجوری بدتره. این همه علافش کردم یهو بو میبره. ای بابا تو که خونه رو فروختی از چی میترسی؟ آره. اون گارگارک هم که میفروشی و میندازی شروع دیگه. شماها اسد رو نمیشناسی. من هر جایی قایم بشم پیدا میکنه. کیف باشه خود پیادش. اصلا آقا جفت تو پیادشین. من میرم سر قرار. برو بابا من که ماشین دست تو نمیدم. تو که گاری هم بلد نیستی ببری. آره ببینیم بابا. بابا من میخوام ماشینمو بفروشم. برمیدار میبری داغون میکنی میاری. آذری جان یه سری به رحیمی بزن. باید تا حالا پولا رو عرض کرده باشه. ترتیب احوالش بده. چی تو سرتون بود؟ میخواستیم یه پولی بهش بدیم دهنشو ببندیم. نقشمون این بود که ستایمون بریم دبی. یه ذره جمع جور کنیم. بعدش هم خانواده هامونو ببریم. بریم یه گوشه دنیا. دلتون نمیاد پولو بهش پس بدیم؟ پولا مال اسدم نبود. خب مال شما هم نبود. اسد زندان بود. اگه میذاشتیم پولا اونجا باشه روشو بتون میکردم. برای همیشه دفن میشد. خانه خوشگلیه. میندازیمش زندان. بعدم چاره نداریم. باید پولا رو برداریم. بقیهش؟ افسار پاره کردی؟ گفتم بهت خودم میرم. خب بابا حالا طوری نشده که. حالا به اینقدر هم دیر نکرده. آره تو ببینی. دیدم چه راحت نشستی اونجا داری تلفن میکنی خونه عمت. من دارم به خونه خودم زنگ میزنم. تو داری خونه خودتون زنگ میزنی؟ تو داری خونه خودتون زنگ میزنی؟ این شماره خونه خودتونه؟ الو؟ داوود؟ داوود پیش من میمونه. توی اسد؟ اسد آقا داوود کجاست؟ پولا که بهت رسید؟ اون که پول خورد بود. بعد این همه وقت کشی؟ فیل موش زایید؟ بقیهش هم میدیم. خیال میکنی یه همه پول رو روی زمین ریختن؟ چک بهت میدم یه ماهه. پول نقد. فردا صبح عظیم رفت. 50,000 تای دیگه هم براش برد با چک. قبول کرد؟ نه گفت از این پیش من میمونه. با بقیه پولا پا میشی میای. عقل کردیم اومدی. بچه ها کجان؟ چک آوردی؟ باید 10-12 سالی دنبالش بودی. عین من قرارم اینجوری نبود. تو قرارم سرت میشه؟ خریت که نکردی به مامور پامور خبر بدی؟ نه. خوبه پولا رو آوردی؟ آره. کیفت که قلمبه نشده. همش چک پول درشته. قلابی گردنم زیادی نکرده. را افتادی. چکو بده اصلا. با هم میریم چند تا از این چک پولای مامانی رو نقد میکنیم. بعد با هم حرف میزنیم. نامردی نکن اصلا.
نقدش کن. سلام. میبخشید میخواستم این رو نقد کنم. کارت شناسایی دستم. دستم در نه. شدم و خوندم. آخه من که به هیچ کی خبر نداده بودم. بعد معلوم شد ماشین کلانتری برای تعویض مأمور دم بانک اومده. هنوز خبر نداشتی که سر رفقات چه بلایی اومده؟ نه، با خونه تماس نداشتم، ویلون بودم. الو، هنوزم آدم فروشی میکنی؟ داری اشتباه میکنی اسد. پس اونی که دنبال من افتاده بود اتوبوس واحد بود؟ بهش گفتم اشتباه میکنی، ماشین پلیس تصادفی سر و کلش پیدا شد. تو رو جون هر کی دوست داری بیا پولاتو بگیر. عصیم و داوودم بی خیالشون شو. ساعت 9 شب بیا میدون رسالت. بفرما، اینم چک پولا. نوکرتم، همشو نقد کردم. به جون ندا، به نون و نمکی که با هم خوردیم، من پلیس خبر نکردم. اصلا خودت تو بگو، من میتونستم خبر کنم؟ حالا نمیخواد خودت رو لوس کنی. بچه ها رو ول میکنی؟ شماها با من خیلی نامردی کردی. جبران میکنم. خفه شو، من رفیقت بودم نامرد. برو گم شو، گم شو. بسیار خوب، آقای آذری آزاد هستن، میتونن تشریف ببرن. یعنی چیه؟ باورت نمیشه؟ واقعا میتونم برم؟ واقعا و غیر واقعا دیگه چه سیغه‌ایه. اگرم مایل باشید میتونیم 24 ساعته ازتون مراقبت کنیم. از من؟ بله، این حق شماست. البته اگه بخواید. مگه برای همین نمیخواستید برید خارج؟ چرا؟ ولی خودتونو به زحمت نندازید. هی به داوود و عظیم میگفتم، گفتم کار این بابا شوخی بردار نیست. میاد همه چی رو نفله میکنه میره. تلفن، خونه، شرکت، همه چی رو بفروشیم، پولاشو بدیم. دیگه هیچ سرنخی از ما نداشته باشه، همه چی تموم میشه.
از سر نخاتو کور کردی؟ چاره ای نداشتم. باشه، بفرمید. چشاشو ندیدم، چون عینک داشت. نه نه، یه عینک کوچیک‌تر. آره آره، خودشه. یه زنجیری هم تو گردنش بود. من متعجبم، شما چطور تونستید توی تعقیب صورتشو ببینید؟ اول کنارش ایستاده بودیم جناب سرنگ. دوبله وایسادیم که کشیک منطقه رو عوض کنیم. قشنگ برگشت تو صورت ما نگاه کرد. بعد یهو پاشو گذاشت رو گاز، کوبید به ماشین جلویی که پارک شده بود، کشیدش جلو. خب ببخشید، ما آمادگی نداشتیم تا متوجه بشیم که باید تعقیبش کنیم. عقب افتادیم، از دست دادیمش. درسته؟ خودشه قربان. چند نسخه بدون عینک با چشمای متفاوت بزن. چقدر شبیه استوار ساغری از آب در اومده. بگو بلا نسبت آقا جون. ساغری تو دایره سرقت قربان. الو. سلام آقا آذری، شنیدم به پرواز نرسیدین، یکم نگران شدم. اتفاقی افتاده؟ آره، یه مشکل کوچیکی پیش اومد، از پرواز جا موندی. اگه میتونی برای یه پرواز بعدی برای اون جا رزرو کن. به چشم. راستی از این یارو اسد یاکوزا که دیگه خبری نشد؟ نه نه نه، هیچ خبری. یعنی تماسی هم نگرفته؟ گفتم که نه، بعیدم هستش که دیگه با ما تماس بگیره، چون دیگه احسایی با هم نداریم. خب کاری نداری؟ نه نه نه. خب پس فردا ساعت 10 صبح دم آژانس. یه مقدارم ریال بیار. من به دلار میدم. به چشم. نقد یا نیست، چک پول میارم برات. خداحافظ. چند لحظه بیستید؟ راستی من هماهنگ کردم، پس فردام یه پرواز دیگه دارم. این خانم تو جریان هستن. خوش بگذره. خداحافظ. بفرمی.
ملافه افتاده رو صورتش. نحس شده بود، بد اخلاقی میکرد. بذار بخوابه. خب چی شد؟ درست شد؟ آره، برای هفته دیگه اوکی کردم. باز دوباره نریم فرودگاه جلومونو بگیرم مثل اون دفعه؟ خیالت راحت باشه. نه تو که گفتی بهت گفتن از تهران بیرون نری. خیلی چیزا میگن، آدم قرار است که همه چیزا رو گوش کنه. یکی تلفن زده بود کارت داشت، مگه نگفتی تلفن اینجا رو به کسی ندادی؟ چرا؟ بندو خودت آب دادی، زنگ زدی به زن یوسفی. وقتی بی خبر میذاری میری بیرون، همراهت هم خاموش میکنی، دلم از حلقم میاد بیرون. بالاخره باید یه جا زنگ بزنم خبر بگیرم یا نه؟ حالا این کی بوده زنگ زده؟ آقا جون گوشی رو برداشت، گفت نیستی، گفته اسده. اسد کیه؟ چی شد؟ تو رو به جون ندا به من بگو چه خبره. هیچی. آخه چی شده؟ کی افتاده به جون شماها؟ واسه چی ما باید هول هولکی زندگیمونو ول کنیم بریم دیار غربت؟ شما چی کار کردین؟ کی داره با شما دشمنی میکنه؟ واسه چی باید آقای نقوی و آقای یوسفی رو بکشن؟ پلیسا چرا این قاتل رو نمیگیرن؟ آقا جونت کجاست؟ ماشینش نبود؟ اون مرده چیز بیشتری نگفته. اگه گفته بود بابا به من حتما میگفت. باشه، خودم میخوام بشنوم. این همونیه که تو داری ازش فرار میکنی؟ الو. سلام آقا زرین، رحیمی هستم. سلام، چی کار داری؟ هیچی، راستش یکم نگران بودم از این یارو اسد یاکوزا که دیگه خبری نیست ها؟ نه، تو چرا اینقدر اینو سوال میکنی؟ که از شرکت بیرون رفته بود برگشت. چی دستور میفرمایی؟ این دفعه سومه که تماس داشته و سراغ یاکوزا رو گرفته. فوراً بازداشتش کنید. احتمالاً یا خود قاتل یا هم دستش. تا خرابکاری نکرده بجنبید. تمام. بشین اینجا بابا، تو عروسکت هم بدم. بیا بوس کن بابا رو. پیش خودت گفتی ما رو بردن اونجا که عرب نیه. راستی؟ حال نده کوچولو چطوره؟ شنیدم خیلی خیلی شده شده
آذری، راه دیگه این نیست. جا آخر خطه. ساکتی؟ از کجا فهمیدید؟ یه حدس کوچولو بود ولی خوب حدسی بود. آخه چطوری؟ تو که انتظار نداشتی ما تنها کسی رو که میتونست راز قتل داوود و عظیم رو باز کنه بلش کنیم بره. منم تعجب کردم چه زود حرفامو باور کردی. تو هرچی درباره اسد میگفتی فعل گذشته صرف میکردی. آدم وقتی پرونده کسی رو میبنده اینجوری حرف میزنه. تازه مگه میشه اون آدم کینه توز که به خون تو تشنه بود به این راحتی حرفاتو باور کنه و ولت کنه که به پلیس خبر ندادی؟ فقط همین؟ آدمی که از دشمنش میترسه حفاظت پلیس رو رد نمیکنه. تو خیلی راحت گفتی که نمیخوای ازت مراقبت کنی. پرونده آقای آذری. البته یه ذره هم گیریمش کردیم، از دور بیشتر شبیه نه؟ خب اینجا دیگه آخر خطه. عظیم و داوود چی؟ اونم کار تو بود؟ هر دو رو اسد کشت، میخواست منم بکشه. تو که گفته بودی همه ی هست و نیست تو به خاطر من نقد کردی و حالا آس و پاسی؟ راست گفتم. پس اون همه دلار رو از کجا آوردی که میخوای فردا بپری اون بر دنیا؟ تو که همه پول تو با اسکانتش گرفتی، دیگه با زندگی من چی کار داری؟ اصلا تو رو خدا دیگه دست از سر زندگی من و زن بچم و شرکام بردار. حالا میبرم پیش رفیقات که خیالت راحت بشه. یاده شو کریم، اینجا که خبری نیست. چرا؟ کسی بهت نگفته بود گردنت خیلی بلنده؟ نگفته بود؟ نه. چی تو کلت هست؟ دلم برات خیلی میسوزه.
اینجا کسی نمیتونه بیاد سر قبرت وسط فاتحه بخونه. اسلحه رو از کجا آوردی؟ تو این تماس آخریش بازم حال ندا رو پرسید. عملا داشت خوردم میکرد. گفتم نکنه یه بلایی سر ندا بیاره. همونطور که میدونید کینه توزیش انتهایی نداشت. دیگه زدم به سیما آخر، افتادم این ور اون ور دنبال خریدن یه اسلحه. یه چیزی که انقدر جلوی اون ناکس کم نیارم. با هر بدبختی و درد سری بود 200,000 تومان دادم یه کورس خریدم. آقای رحیمی اطلاعات زی قیمتی از وضع شما به اصل او سه روزم بود که در به در دنبالش میگشت تا بقیه پولشو. پدر من نمیدونستم کار شما اینقدر سخت و اعصاب خورد کنه. این دفعه استثنایی اینجوری عذاب در اومد. حرفه شما جز مشاغل سخت و زیان‌آوره. واقعا بعد از 10 سال باید بازنشستتون کنم. بعد پیشنهادی نیست؟ تو باید بازنشسته بشی آقای پدر. چرا این 5-6 ماه مرخصی تو نمیگیری؟ کنج خونه دق میکنم تنهایی. خب قربونت بشم، درسمو ول میکنم برمیگردم. برو، از پرواز جا میمونی. من دارم جدی میگم بابا، این کار تو رو میکشه. منم دارم جدی میگم، ساعتتو نگاه کن. تو با همه چی شوخی میکنی، حتی با مرگ. تو خیال میکنی من کیم؟ جیمز واند؟ من خودم با سردار صحبت میکنم. برو شرطو کم کن بچه. من میرم بابا، حالا میبینم.